بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي ذر سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قال يا أبا ذر. ببینید اینو خود جناب ابی ذر، این توصیه پیغمبر به خودش رو ذکر میکنه. برای ما هم درس بسیار بزرگی است. حضرت به او فرمود قال یا ابا ذر انی احب لک ما احب لنفسی، من هر چی که برای خودم دوست می‌دارم برای تو هم دوست می‌دارم. یعنی از روی اون چیزی که باهم به تو بگم، از روی کمال محبته، چون انسان به خودش خب کمال محبت رو داره دیگه. خب چیه حالا اون حرفی که می‌خواد حضرت به ابی ذر بزنه؟ انی اراک ضعیفم، من جناب عالی رو در مدیریت ضعیف می‌بینم. خیلی آدم خوبی هستی، مجاهد فی سبیل الله، رکوع و آسمان بر راستگوتر از او سایه نیفکنده، زمین راستگوتر از او رو بر خودش حمل نکرده، اینا همه به جای خود محفوظ، اما شما آدم ضعیفی هستی. انی اراک ضعیفا فلا تؤمرن علی اثنین، حالا که آدم ضعیفی هستی مواظب باش بر دو نفر هم ریاست نکنی. یعنی پیداست که اون ضعفی هم که حضرت فرمودن ضعف در مدیریته. تو آدمی هستی که مدیریت نداری، اگر چنانچه بر دو نفر یا بیشتر ریاست بده کردی، کار اونا رو به سامان نمیتونی برسونی. این درس برای ما هست. ما به مجرد این که حالا هممون نه، بعضیمون اینجوری هستیم، به مجرد این که یک مسندی یه جایی یا خالی میشه یا ممکنه خالی بشه، فوراً چشم دوزیم که بریم اونجا. خب شما اول نگاه کن ببین میتونی نمیتونی. حالا بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها، میرن همینطور بدون محابا. خب شما که میخوایی بری اونجا، اونجا سوال داره. این توانایی که خدا به من و شما میده، این کنارش مسئولیته. اینی که عرض میکنم در مورد خود این حقیر از همه بیشتره. شما هم همینجور، یعنی اون کسانی که مسئولیتی دارن همینجور، هر مسئولیتی، هر سمتی، هر توانایی در کنارش مسئولیتی داره، تعهدی وجود داره. میتونی، میتوانید اون تعهد رو انجام بدید یا نه؟ این خیلی درس بزرگیست. فلا تؤمرن الا اثنین ولا تولین مال یتیم، هیچ مال یتیمی را هم شما به عهده نگیر. نه از باب این که احتمال این وجود داره که خدای نکرده مثلا ایشون دسترازی میکنه به مال. خب مقام ابی ذر خیلی بالاتر از این حرفاست، نزدیک مقام عصمت مقام او، پس این احتمال درش نیست. علت این که میگن به مال یتیم تولیت قبول نکن اینه که نمیتونی حق یتیم رو بهش بدی. دیگرون میان دسترازی میکنن، جناب عالی هم آدم ضعیفی هستی، تدبیر لازم رو نداری و نمیتونی. ایناست این چیزای برجستگی های نظام اسلامی
و نظام ارزش‌های اسلامی ایناست. یعنی در درجه اول من و شما خودمون مسئولیم که ببینیم این کار رو قبول بکنیم نکنیم، میتونیم نمیتونیم. این بسیار مسئله مهمی. صفحه 384.